در اینجا میخوام انگلیسی رو با سریال بسیار زیبای The Wire یا شنود بهتون آموزش بدم تو این ویدیو کلا 10 تا کلمه فعل و اصطلاح رو همراه با نمایش فیلم واسهتون معرفی میکنم ازتون خواهش میکنم تا آخر این ویدیو با من یعنی مالک میرزایی همراه باشید موارد اول و دوم یه دونه فعل و یه دونه اصطلاح فعل مورد نظر اینه سیدان سیدان یعنی کار کردن روی چیزی و اصطلاح مورد نظر اینه فور بیت فور بیت یه کمی ببینید تا که فیلم مورد نظر رو کارگاه توی فیلم اینو به همکارش گفت Let's sit, Let's sit on in it for a bit یعنی بیا یه کمی روش کار کنیم گفتیم sit یعنی کار کردن روی چیزی فور a bit یعنی یه کمی Let's یعنی بیا وقتی میخوایم یک کسی رو دعوت کنیم به انجام کاری از let's استفاده میکنیم مثلا میگیم let's go بیا بریم let's eat بیا بخوریم let's sit down بیا کار کنیم دو سه بار دیگه همین تیکه کوتاه رو ببینید موارد سوم و چهارم مورد سوم اینه واشا. واشا. یه اصطلاح آمیانه است مخفف what are you مثلا از طرف میپرسیم What are doing? What are doing? مخففه What are you doing? What are you doing? یعنی داری چکار میکنی؟ پس what are مخففه What are you? اینو به خاطر بسپرید مورد چهارم کلمه سام بیشتر شما با سام به معنای تعدادی مقداری اینا آشنا هستید اما باید بدونید که معنی های دیگری هم میده یکی از معنی هاش اینه کسی کسی یا یکی وقتی بخوایم به یه شخصی اشاره کنیم میتونیم از این کلمه استفاده کنیم به معنای کسی یکی واسه اینکه بهتر روشن بشید بهتر مطلب دستتون بیاد این تیک از فیلم رو ببینید right. like right. like right. like پلیس از همکارش اینو پرسید What you doing, like doing like یکی مثل اون داری چیکار میکنی؟ جمله رسمی اینه What are you doing with something like that? با یکی مثل اون داری چیکار کار میکنی؟ پس واچا مخفف what are you? What are you? What are you doing? یعنی چی کار میکنی؟ What are you doing? یعنی چیکار کار میکنی؟ کلمه بعدی سام سام گفتیم به معنای کسی یکی توجه کنید With some like that With some like that با یکی مثل اون Like در اینجا یعنی مثل ماننده به معنای دوست داشتن اینا نیست به معنای مثل ماننده در اینجا What are doing with something like that? با یکی مثل داری چی کار میکنی؟ دوباره ببینید مورد پنجم این جمله جمله خیلی جالبیه جالب و کاربردی You have my attention You have my attention یعنی حواسم بهت هست حواسم بهت هست وقتی میخوایم توجه یه نفر رو به خودمون جلب کنیم اینطوری میپرسیم می هاف یور اتنشن میشه به من گوش بدید میشه به من توجه کنید به طور روان‌تر میگن یه لحظه گوش کن میخوام یه چیزی بهت بگم یه لحظه گوش کن این همونه دقیقا توجه کنید به جمله این بود یو هاف مای اتنشن دتکتیو You have my attention detective. یعنی yani, حواسم بهت هست کارآگاه. حواسم بهت هست کارآگاه. Detective یعنی yani, کارآگاه. Detective کارآگاه. You have my attention detective. دوباره ببینید. You, you have my attention detective. You have my attention detective. You have my attention detective. مورد ششم و هفتم این دو مورد. Gada workaround. Gada مخفف گاتوه یعنی باید گادا uh, زیاد هم استفاده میشه مورد بعدی ورک راوند ورک راوند ورک راوند یعنی یه راهی پیدا کردن حل و فصل کردن یه مشکلی حل و فصل کردن یک موضوعی ببینید then now we got a work around then now we got a work around then now we got a work around خب چیزی که توی تاسپیشین دیدیم این می بود بخشی از یک جمله کامل یعنی جمله کامل نبود این تیکش رو من فقط بریدم جمله این بود That now we got a workaround That now we got a workaround که حالا ما باید یک راهی پیدا کنیم That یعنی که Now یعنی حالا گادا یعنی باید Workaround یعنی راهی پیدا کنیم حل و فصلش کنیم گادا مخفف گاد توه حواستون باشه ورک هم سر هم نوشته میشه دوباره ببینید Then now we got to work around. Then now we got to work around. Then now we got to work around. مورد هشتم این اصطلاح It's tight It's tight. یعنی عالیه حرف نداره ببینید دوستان خود کلمه تایت معنی های مختلفی داره به معنای تنگ و ترش هست به معنای خسیز هست به معنای آدم سختگیر هست کار سختگیرانه ولی It's tight یا It تایت به معنای عالی بودنه It's tight عالیه ببینید فیلمو؟ It was tight. I mean that state lawyer. It was tight. I mean that state lawyer. It was tight. I mean that state lawyer. در حالی که داشت میخندید اینو گفت. It was tight. I mean that state lawyer. It was tight. I mean that state lawyer. یعنی عالی بود. خیلی خفم بود. منظورم اون وکیل ایالتیه. ببینید It was tight. همون چیزی رو که گفتیم در زمان گذشته به کار برده ایتس تایت یا is تایت یعنی عالیه ایت was تایت یعنی عالی بود آی مین دت استیت لایر یعنی منظورم اون وکیل ایالتیه یا اون وکیل ایالتی رو میگم استیت لایر یعنی وکیل ایالتی من در مورد خود کلمه وکیل یه ویدئوی جداگانه درست کردم فقط یه ویدئو درست کردم که کل معنی های وکیل رو معادل های انگلیسیش رو تو اونجا بیان کردم لینکش رو میذارم این بالا میتونید ببینید دوباره ببینید همین فیلمو مورد نهم یه فعل خیلی قشنگه یه فعل خیلی جالب و کاربردی مطمئنم خوشتون میاد ریز استینگ ریز استینگ یعنی علم به پا کردن از کاهکو ساختن داد و بیداد کردن ببین این از فیلم نگاه کنید متوجه میشید He 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 خب جمله‌ای که شنیدیم اینقدر واضحه که نیاز به توضیح زیادی نداره. طرف از همکارش پرسید: He raises a stink. He داد و بیداد می‌کنه. علم به پا می‌کنه. مورد دهم ده و آخر از این ویدیو. بقیه موارد رو میتونید توی ویدیوهای بعدی ببینید. I'm down. آم down. یعنی من پایم. من پایم. کلمه down رو همه ما به معنای پایین میشناسیم اما معنیهای دیگه ام داره. معنی‌ای مثل افسرده، غمگین، ناامید، مایوس. پس وقتی میگیم am down میتونه به معنای این باشه که من معیوسم من ناامیدم یا من غمگینم. اما معنی اصطلاحیش وقتی میخوایم یکی رو تایید کنیم حرفش رو میگیم I'm down. I'm down. من پایم. من هستم. در این معنای من پایم مترادف با I'm in. I'm in. I am. I'm in. من پایم. من هستم. پس حواستون باشه I'm down با توجه به جایی که به کار بیره میتونه به معنای این باشه که من هستم. من پایم. یا میتونه به معنای این باشه که من قمگینم. افسرده و نامیدم. Feel Feel me. I'm down. Feel me. I'm down. نفر اول پرسید Feel دومی جواب داد I'm down. میفهمی چی میگم؟ من پایم. فیلم به معنای احساس کردنه اما در زبان آمیانه به معنای درک کردن و فهمیدن هم هست. پس وقتی این طرف میپرسه فیل یعنی آیا منو درک میکنی؟ میفهمید چی میگم؟ دومی جواب داد I'm down. یعنی من پایم. گفتی مترادفه با I'm in ام این یعنی من پایم اونم میشه من پایم گفتیم به معنای من غمگینم هم معنی میده من غمگینم من افسردم من ناامیدم اینکه که معنیش کدوم یکی میشه بستگی داره به لحن طرف و اینکه داره کجا و چطوری نرفو میگه اینجا معنیش میشه من پایم فیلمی میفهمی چی میگم ام down من پایم دوباره ببینید فیلمی ام down ازتون به خاطر اینکه تا آخر ویدیو منو همراهی کردید سپاسگزارم. ازتون خواهش میکنم اگه این ویدیو براتون مفید بود دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگولی تو پر رو فشار بدید. برای ما یه دونه کامنت بذارید، ترجیحاً کامنت انگلیسی. نظراتتون رو بگید. ویدیوهای بعدی این سریال رو هم من لینکشون رو گذاشتم توی بخش توضیحات. توصیه میکنم اگه دنبال یاد گرفتن لغات و اصطلاحات ناب هستین اون ویدیوها رو هم ببینید اصطلاحات خیلی خوبی آموزش میده زبان اصیل آمریکایی رو به صورت محاوری و روزمره میتونید با این سریال یاد بگیرید برای همتون آرزوی شادکامی میکنم پیروز باشید